سفر اخیر رئیس جمهور غنی به پاکستان و تفاهماتی که در طول این سفر بین مقامات افغان و پاکستانی به امضا رسید، بار دیگر چگونه روابط میان کابل و اسلام آباد را در صدر بحث‌های سیاسی در رسانه‌ها قرار داد. در رابطه با چگونگی بازتاب این سفر و نتایج آن در افغانستان صحبتی داریم با لطف‌الله نجفی زاده، رئیس تلو نیوز، که امروز در استودیوی مرکزی مهمان برنامه ما اند. آقای نجفی زاده، سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه ما. خب در اول اگر از استعفای آقای نبیل آغاز کنیم، این گام به نظر شما بر پالیسی رئیس جمهور غنی در قبال پاکستان و همچنان بر ذهنیت عمومی مردم افغانستان در قبال روابط با پاکستان چقدر تأثیر گذار خود بود؟ استعفای آقای نبیل نشان دهنده ای است که سیاست رئیس جمهور غنی این بار در قبال پاکستان در مقایسه با سیاست پارسالش حمایت کمتر در درون افغانستان دارد. اول که یک بار پاکستان نشان داد که صادق نیست در طی یک سال گذشته، و سال گذشته ما صحبت از عدم تفاهم بین قشر سیاسی افغانستان میکردیم. امسال ما از عدم تفاهم بین حکومت افغانستان میکنیم که خودش یک گام جلوتر است. و من فکر میکنم این نشان میده که رئیس جمهور پیش از اینکه به پاکستان میرفت باید تلاش میکرد تا حداقل کابینه خود را و حکومت خود را همسو با پالیسی خود بسازد. و دیده میشه که یک بار دیگه یک گام بسیار فکر میکنید این کار ناکام بوده آقای غنی؟ فکر میکنم صحبت های جدی نیست در درون افغانستان در رابطه با اینکه آیا ما از پاکستان چی میخواهیم و چرا ما روی پاکستان باید اعتماد کرد. و حداقل ما در رسانه ها و در فضای سیاسی بیشتر بحث های در این رابطه نمیبینیم. شما در کابل با مقامات در تماس هستین، برنامه های مصاحبه های با مقامات دارین، چه فکر میکنین که به غیر از آقای نبی آیا مقامات دیگری هم در اداره رئیس جمهور غنی وجود داره که مثل آقای نبی از سیاست های رئیس جمهور غنی دلخور باشه و روزی چنین عکس العمل خود نشان بدن؟ آنچه که ما میدانیم است که سیاست دولت افغانستان در قبال پاکستان یک سیاست محبوب نیست. خب بعضیا حمایت میکنن، بعضیا نگرانی های خود دارن، اما حکومت حالا مجبور است تا برای اعضای کلیدیش که در آخر امر سیاست عملی میسازن و در کنارش بر مردم افغانستان باید تشریح کنه و واضح بسازه. آنچه که ما میدانیم که دولت پاکستان هم شرط هایی را در سفر اخیر رئیس جمهور به اسلام آباد مطرح کرده که در او نکات بسیار جالب و مهمه، از جمله ای که دولت افغانستان باید فضای ضد پاکستانی را در افغانستان محدود بسازد. دولت افغانستان باید نفوذ هند در افغانستان محدود بسازد. کی من فکر میکنم بسیار از خواستهای جدی پاکستان اگر است. اگر از خواستهای پاکستان بگذاریم، و چند پیش یک نشست بین فعالان مدنی دو کشور داشت شد و دو هم از هر دو طرف از رسانه‌ها و از دستاندرکاران جامعه مدنی خواسته شد که از لحن شدید در مقابل یکی دیگر بپرهیزند، به نظر شما رسانه های افغانی حداقل در دوره اخیر مذاکراتی که بین کشورهای قلب آسیا صورت گرفت در اسلام آباد، این نشست چگونه بازتاب داده تانستن در داخل افغانستان؟ خب یک نشست مهمی بود بدون شک، پوشش خبری گسترده داشت، اکثر رسانه های افغانستان خبرنگار داشتن در اسلام آباد. اما آنچه که نقطه اساسی است که برای تغییر ذهنیت عامه تا حال زمینه فراهم نیست، چی در افغانستان چی در پاکستان. شما اگر در پاکستان برین با اونا صحبت کنین، تمام رسانه‌های پاکستان منتظری از این است که چراغ سبز حکومت پاکستان، مشخصا ارتش پاکستان، چی وقت به اونا نشان میده. تا وقت هیچ انگیزه برای بررسی وضعیت افغانستان از یک دیدگاه مثبت در درون پاکستان وجود نداره. در افغانستان کمی متفاوت‌تر است. من فکر می‌کنم رسانه‌های ما دست بازتر داره، اما باز هم زمانی که بحث با پاکستان میشه ما با پاکستان کمتر صحبت میکنیم، بلکه درباره پاکستان بیشتر صحبت میکنیم. یک مسئله در دمی ارتباط به خاطرم رسید که بعضی ها در این نظر هستند که گویا در افغانستان با استفاده از آزادی بیان بیشتر رسانه‌ها در خط مقابل دولت قرار دارند، ولی در پاکستان اکثر و یا تمام رسانه‌ها در خدمت حکومت قرار دارند. به نظر شما آیا راهی وجود دارد که یک وضعیت درمیانی به میان بیاید در هر دو کشور؟ فکر نکنم
سیاست حکومت بتانه خط نشراتی رسانه ها را تعیین کنه، من به این باور هستم که کار درست نیست. آنچه که رسانه های افغانستان میپردازه بهش دیدگاه مردم افغانستان است. شما از یک ملت صحبت میکنین که دو سوم این ملت زیر سن 25 سال است و اینا بزرگ شده با این که هر روز در کشورشان جنگ است و انتحار است و پاکستان و آی‌اس‌آی به یک نحوی دست داره، حداقل میشنون و با این ذهنیت بزرگ شدن. ولی فکر نمیکنین که مردم بالاخره آهسته آهسته به این نوع عادت کردند که باید همیشه از رسانه‌های افغانی گزارش‌های با لحن شدید در مقابل پاکستان رو بشنوند؟ آنچه که شما در رسانه‌های افغانستان میبینین بازتاب دهنده ذهنیت عامه مردم افغانستان است و متاسفانه امروز مردم افغانستان یک ذهنیت بسیار منفی در برابر پاکستان داره که بسیار هم بجا هست و این نمیشه یک شبه تغییر کرد. بنابراین دولت پاکستان و مردم پاکستان، مشخصا ارتش پاکستان، باید کمک کنه و در راستای سال میتونه این تغییرات مثبت را در ذهنیت عامه در درون افغانستان بیاره. تشکر از شما آقای لطف‌الله نجفی زاده، رئیس تلو نیوز. تشکر. تلویزیون همکار ما در افغانستان. بخیر باشه.